سامر صبحان، وزیر مشاور در دولت عربستان گفت رژیم ایران و مولود این رژیم در لبنان یعنی حزب و شیطان منبع تروریسم و بنیادگرایی در جهان هستند. صبحان افزود: جهان باید آنگونه که با شپ نظامیان داعش برخورد میکند با منابع آن نیز بجنگد. کشورهای عربی به صلح و امنیت نیاز دارند. با گزارشی از واکنش های سراسیمه و متناقض حکومت آخوندی در اثر تشدید انزبای منطقی، و شکست برجام اخبار این ساعت را ادامه می دهیم. سرگیجه نظام در تنگنای شکست برجام و انزوای منطقی تشتت و ترس در میان باندهای حاکمیت که پیامد اجتناب نپذیر قرار گرفتن حاکمیت در تنگنای زهر اتمی و شکست برجام است بر اثر ناکامی ها در سیاست های مداخل جویانه در منطقه تشدید می شود و به تفسیرها و تحلیل های متناقض در رسانه های حکومتی دامن می زند. رژیم در تبلیغات داخلیش برای جلوگیری بیشتر از ریزش نیروهای وحش زدهش مدعی است که آمریکا و جامعه جهانی در سیاست های ضد رژیم دچار انشقاق شدند. این در حالی است که منابع خبری رژیم خبر از انسجام جامعه جهانی برای تنگتر شدن حلقه انزوای رژیم می دهند. خبر دیگر این که رئیس جمهور آمریکا جداگانه با ولیعهد عربستان، ولیعهد امارات و امیر قطر تلفنی گفتگو کرد. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد رئیس جمهور در این تماس ها گفت اشتراک مواضع شرکای واشنگتن عاملی مهم برای مقابله با ایران است. همچنین دستانه های حکومتی خبر دادند رکس وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری مشترک با خالد الحمد از سبا وزیر خارجه کویت بر ضرورت اتحاد شورای همکاری خلیج فارس برای مقابله با تهدیدهای منطقی از جمله تهدید رژیم ایران تاکید کرده است. رکسیلرسون از ابتکار امیر کویت برای حل اختلافات بین اعضای شورای همکاری خلیج فارس حمایت کرده و گفته است آمریکا و کویت بر نقش مهم اتحاد اعضای شورای همکاری خلیج فارس برای مقابله با چالش های که ما همگی با آنها مواجهیم از جمله مقابله با تهدیدهای رژیم ایران تأکید دارند. در همین زمینه روز گذشته نیز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با امیر کویت از کشورهای خاورمیانه خواست که با کشورهایی چون رژیم ایران مقابله کنند. در همین حال خبرگزاری سپاه پاسداران به دنبال تبلیغات رسانه ها و مقامات دولت روحانی مبنی بر پشیمانی عربستان از زدیت با نظام ناگوزیر نوشت اندکی بعد از شایعی دستور ریاض به رسانه های خود برای عدم تعرض به ایران وزیر مشاور عربستان در امور خلیج فارس نظام را منبع تروریسم و حزب الله را حزب شیطان توصیف کرد. از سبحان در توییتر خود نوشت سرچشمه تروریسم و افراطیگری در جهان ایران و فرزند بزرگش حزب شیطان هستند و جهان همانطوری که با داعش برخورد کرد باید با منبع آن نیز برخورد کند ملل ما نیازمند صلح و امنیت هستند